اینجا تهران است، خیابان‌های اصلی پایتخت و نهومه شهر. اینجا تهران میدون هفته تیر. تابستان هنوز از راه نرسیده و بحران آب آشامیدنی تا مناطق اصلی کلان شهری چون تهران گسترده شده. امروز 24 اینم وضعیت آب کرج. و میگن که قطع آب در استان تهران و البرز که بدون اعلام قبلی دولت زندگی شهروندان را مختل کرد، قرار بود موقت باشد. نزدیک به یک هفته طول کشیده و به گفته مهرابیان وزیر نیرو امروز مسئله حل شد. در حال حاضر تمام تصفیه خونه ها با ظرفیت کامل دارن آب تولید میکنن. این در حالی است که شهروندان همچنان از قطع آب و پاسخگو نبودن نهادهای مسئول گزارش میدهند. گاندی هستش، ما از جمعه ساعت 1 قطعی آب داریم تا به همین لحظه. ما مجبوریم برای حمام و دستشویی به جاهای دیگه بریم. هرچی هم به 122 زنگ میزنن بسیار اپراتورهای بی ادبی اونجا نشستن، بعد میگن همینی که هست. دولت این بار دلیل قطع شدن آب را ورود گلولای به بستر رودخانه و منابع تامین آب تهران و البرز عنوان می‌کند. اما بحران آب آشامیدنی مشکل امروز شهروندان و منوط به تهران و البرز نیست. بحران خشکسالی و کمبود آب موزل هر روزه همه مردم است. امروز 24 خرداد ماه 1402 هستش، اینجا شیرازه و از دیشب ساعت 7 شب تا الان که 11 و ربع 11 و نیم صبح هستش آب قطعه و هرچند زنگ میزنیم اداره آب، اداره آب یا پاسخگو نیست یا اگر جواب بدن میگن آب سد خوش شده. اگرچه که الگوی صحیح مصرف اولین جمله مسئولان برای مقابله با بحران آب است، اما در واقع این سیاست‌های کلان زیست محیطی است که از نشت و هدر رفت منابع آبی جلوگیری می‌کند. بارش باران که روزگاری نعمت بود، به دلیل مدیریت ناصحیح منابع طبیعی، فرسودگی تجهیزات سدها و شبکه آبرسانی، بالاخص برای کشاورزان به نقمت بدل شده. 97% از مساحت کل ایران دچار خشکسالی است و سیاست‌گذاری‌ها به جای مدیریت اساسی برای حل بحران به اجرای درمان‌های مقطعی بسنده می‌شود. در این شرایط حفر چاه‌های غیر مجاز، استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، این منابع با ارزش در 21 استان کشور ادامه دارد. بیش از 50% از آب مصرفی این استان‌ها از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود. این یعنی بحران فرونشست و مرگ پنهان زمین در ایران جدی است. 70% از استان‌ها با موزل فرونشست درگیر هستند. کلان شهرهایی چون تهران، اصفهان، مشهد، کرمان و یزد در این فهرست بلند دیده می‌شوند. به گفته کارشناسان این حوزه، در پس این تنش گسترده آبی، مسئله بقای حیات همه مردم ایران مطرح است. پیشتر رصدخانه مهاجرت ایران با توجه به بحران زیست محیطی در کشور از رابطه معنادار بین مهاجرت و شرایط اقلیم از مهاجرت 41,000 شهروند در داخل ایران در سال گذشته گزارش داد. با این هشدار که این مهاجرت‌های اقلیمی فراتر از مرزهای ایران هم خواهد رفت. برخی برآوردها منازعه جدی بر سر آب در صورت ادامه این رویه تا 10 سال آینده در ایران را نشان می‌دهد. با این همه، به گفته شماری از خود مسئولان، جنگ آب در جایی که کشاورزان با خشکسالی و نبود محصول روبرو هستند و کلان شهرها با صف جیره‌بندی آب مدتی هست که آغاز شده. فیروز جابانی، لندن.